انفجار صبح امروز یک بار دیگر آرامش پایتخت نشینان را گرفت. این انفجار 7 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. کودکان نیز مشمول قربانیان این حمله تروریستی هستند. که به شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود و امیدواری فامیلشان بود و امیدواری مردم افغانستان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندای سکیوریتی یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله، در نشستی که به منظور همکاری مردم با پلیس برگزار شده بود، گفت دشمنان افغانستان نمیتوانند با انجام حملات تروریستی مانع عزم و اراده شهروندان کشور در راستای رسیدن به صلح شوند. به خاطر صلح گرفتن و قربانیایی که به خاطر صلح میتن نمیتوانند با چنین حملات مردم افغانستان عزیز عزم خود به پس بیارن. و همچنان تأمین امنیت در کشور را بدون همکاری مردم ناممکن دانسته، میگوید چیزی که میتواند پلیس را تقویت کند رابطه شهروندان کشور با آنان است. چیزی که میتواند پلیس را تقویت کنه اما رابطه پلیس هست با شما و کمکی که شما بتانین در راستای تطبیق در بحثای موضوعی با پلیس داشته باشید. ایجاد میزهای معلوماتی در قماندانی های امنیه است. مراجعین محترم و مردم عزیز ما زمانی که مراجعه میکنند به خاطر کارهای خود در وزارت داخله و یا در قماندانی های امنیه، میزهای معلوماتی هست که آنها کمک میکنند. با این حال محمد یعقوب حیدری والی کابل در این نشست طالبان را به صلح فرا میخواند و هشدار می دهد اگر آنان صلح را نمی پذیرند منتظر نابودی خیش باشند. اگر صلح هم می کنند بیاید که ما در آغوش خود بگیریم، گرچه نه از آغوش گرفتن هستند و نه از بخشیدن، ولی مجبور هستیم تعامل می کنیم. اما اگر نمی خواهند منتظر شکست نیست، منتظر نابودی خود باشند. این در حال است که به گفته مسئولان امنیتی در 8 ماه گذشته از ضربات سنگین از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و طالبان وارد شده و عملیات الفتح این گروه نیز با شکست مواجه شده است.